میکنم آینده چی میشه، چون که اینقدر مسائل مختلفی هست، نمیتونم پیش بینی کنم آمریکا چقدر این خطی که داره پیش میره، چون واقعا هم اینقدر معادلات زیادی داره وارد میشه. اگر برخی خبرها درست باشه که توافق بین آمریکا و روسیه سر سوریه که ایران باید خارج بشه، خب اگر این واقعا این توافقی صورت گرفته باشه، خب خیلی مهمه به نظر من، شاید بسیار مهمتر از خروج آمریکا از برجام باشه. بنابراین نمیتونم پیش بینی کنم. بله، خیلی متشکرم. ادامه بدیم گفتگومون رو با آقای حاج حمزه. من یک الان بحث شما در صحبتاتون اشاره کردین به فسادی که در رژیم جاری هست، به طور خاص سوء استفاده ای که شده از موضوع ارز، و الان هم آقای سامه گفتن که همین چند نرخه کردن ارز خودش یک نوع فساده. سوالم اینه که رژیم بعد از شکست در اجرای سیاست یک نرخه کردن ارز و گروه بندی کالاهای وارداتی، به سیاست جدیدی در زمینه ارز روی آورده که خب اینم اعلام کرد. من میخوام ارزیابی شما رو بدونم و اینکه این سیاست ارزی چه پیامدهایی داره با خودش، آیا میتونه رژیم، منظورم هست، میتونه با پیامدهایی که بر زندگی و معیشت مردم از یک طرف و موضوع تولید در کشور داره مقابله بکنه؟ بله، من یادآوری میخواستم بکنم که این سیاست جدید ارزی دقیقاً با نگرش امنیتی در شرایط که رژیم در تنگنای ارزی قرار گرفته و میره که تحریم نفتی گسترده و کاهش شدید درآمد نفتیش بشه تنظیم شده، از شخص خامنه‌ای دستوری داده رؤسای سه قوه که یک ارگانی درست کردن به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی نظر بدن و زیر نظر اونها این سیاست جدید ارزی جلو بره. یعنی مسئله تا اونجا که به رژیم برمیگرده انگیزه امنیتی براش داشته و اومده این را تنظیم کرده. مشخصه اصلی این سیاست هم این است که رژیم آمده از تأمین ارز برای حدود 57 تا بعضی اگر اعتصاب قطعات و ماشینالات کارخانجات هم بکنیم 70% از واردات کشور رو که مربوط میشه به واردات بخش تولید و کارخانه ها، اینو ازش تأمین ارزش رو که این 40 ساله مجبور بوده تأمینش کنه، پشت تأمینش باشه، چون حساسه و رو قیمت تمام شده کالا و قیمت مصرف خانوار اینا همه اثر میگذاره، اینو اومده ازش شانه خالی کرده، گفته آقا از این به بعد توی این سیاست ارزی از میکنم جدید ارزی این رو ما میدیم. اول اومدن گفتن که با همون قیمت 4200 تومان دولتی بخش تولید و ارزش رو پتروشیمی، یعنی شرکت های پتروشیمی اینا و فولاد و ارشبت که فراوردهای نفتی تامین کنیم، ولی چون این شرکت ها اصولا سهام هستش دست سپاه پاسداران و بیشترش از طریق هلدینگی که در بورس اینا بهش دست دادن، اینها نرفتن زیر بار که ما 4200 تومان نمیدیم ارزی رو که به دست میاریم اگر برگردونن به ایران، و این است که منصرف شدن. یعنی دست گروه بندی کالاها هم برای این چیز شده بود که اینا رو جز کالاهای ضروری تلقیش کنن و ارزش رو با قیمت که ارز دولتی از حالا میگن برخی از مواد اولیه رو بخوان وارد کنن باش و این ارز رو دارن اعمال میکنن، میخوان اعمال کنن، قرار بود این مواد ضروری از جمله واردات کارخونه ها رو با همین چیز کنن، ولی نشد تا اینکه رسیدن به اینکه اصلا رهاش کنن، یعنی کنترل ارزی و
دیکته کردن یک قیمت برای ارز رو گذاشتن کنار و دادن به دست بازار بسیار پیچیده و نامتلاطم و بدون تثبیت بازار ارز و که اونجا عرضه و تقاضا بین خریدار که مثلا کارخونه دار باشه و بخش تولید و فروشنده که اگر بیارن ارزشون رو و ارزی داشته باشن اینها ارزی بکنن پتروشیمی ها و غیره و اینها با قیمتی که توافق میکنن حالا گفتن اسمش بازار ثانویه ولی این بازار ثانویه در واقع همون بازار نزدیک به بازار آزاد توافق از این بر این اساس قیمت بازار آزاد انجام میشه و عرض شود من اینم اینجا یادآوری بکنم که اصولا تمام قیمت ها و عرض شود که کالاهای مصرفی از خانواده ها و کارخانجات بر اساس قیمت ارز در بازار آزاد شکل میگیره و تعیین میشه و نه قیمت های حمایتی هم که این مثلا چند ماه اخیر به خصوص این موضوع رو نشون داد. یک گزارشی داریم از بخش کارگری شورای عالی کار که آمده اخیراً اینا در تعیین دستمزد سال 97 یه رفتن البته با نظر وزارت تعاون و کار هم بودش امیرعلی که رفت این سبد هزینه خانوار رو رفتن ارزیابی کردن که یه خانوار کارگری به طور متوسط خانواده 3 و 3 نفری کارگری چقدر هزینه ماهیانش هست رسیدن به رقم 2,700,000 تومان. البته آدم میدونید با این میزان که دستمزد کارگر بالا نبردن ولی الان همین ارگان بخش کارگریش چند وقت پیش اوایل مرداد بود گزارش داد که رقم هزینه که اون موقع ما حساب کردیم 2,700,000 تومان الان 5,000,000 تومان هست یعنی 1,300,000 تومان بهش اضافه شد حدود 50%. و در حالی که دستمزد ثابت مونده من میخوام شما سوال کردی چه پیامدهای بر معیشت داره هنوز رسمیت داده نشده بود ولی چون قیمت ها با قیمت ارز در بازار آزاد قیمت مصرف خانوار تعیین میشه کالاهای خانوار و این ارز در حال صعود بوده و جهش هایی داشته از چند ماه اولی که از سال گذشته این تأثیر گذاشته روی خانوار رسونده به اینچنین که سبد هزینه خانوار کارگری 50% بالا رفته و بنابراین مهمترین پیامد مصیبتباری که این قیمت آزاد کردن قیمت ارز و رهاش کردن و دادن به دست عرض و تقاضا ایجاد میکنه مسئله پرش و جهش تورم و موج تورمی جدیدی است که البته شروع شده بود ولی الان بهش رسمیت داده میشه. این یک. دومین مسئله پیامدی که داره اشاره کردید روی بخش تولید چه اثری داره ببینید اینا حساب کردن روی بازگشت و درآمد پتروشیمی به خصوص پتروشیمی و شرکت های تابع شرکت نفت که مازوت و برخی دیگر از فرآوردهای نفتی صادر میکنن که اینا پولشون برگرده تو بازار و با توافقی که میکنن به وارد کننده ها و کارخونه‌دارها بدن ولی این اساسا در نظر یعنی رژیم داره روزمره زندگی میکنه و الا جلو چشمشه رو میزشه که تحریم های نفتی همراهش تحریم های پتروشیمی و خرید و فروش فرآورده‌های نفتی هم هست و اساساً تضمینی نداره این که این ارز برای کارخانجات تأمین بشه و اگر هم باز هم کارخانجات بخوان با این اوضاع به وضعی خودشون ادامه دن که من معتقدم اصلا بسیاری باز مجبور میشن تعطیل کنن یا درصد تولیدشون رو به شدت بیارن پایین چنان که الان بخش بزرگی از کارخانجات کشور تعطیله به خاطر نارسایی‌هایی که هستی ولی به خاطر این همین مسئله ارز هم یک همچین چشم‌اندازی در پیش رو هست بیکاری
شاغلین این کارخونه ها در چشمانداز قرار گرفته و از شبت که به نوعی متلاشی کردن بخش تولید صنعتی در پیش رو هستش. این دو پیامد مصیبت باریست که من خدمتون خواستم عرض بکنم که اینها در تنگنای ارزی شدید رفتن سراغ این سیاست گذاری و البته ریسک بزرگی هم پذیرفتن، ولی تا اونجا که به خانواده ها برمیگرده اینا و تحمیل فقر به خانواده ها سیاست فعلیشون هست، یعنی اینی که اینا در نظر دارن به این ملت محروم اگر پاسخ به موقع ندن و مهلت به این رژیم بدن فقر رو تحمیل کنن و این نباید گذاشت که این تحمیل بشه و خانواده ها نباید قبول کنن این وضعیت رو با اعتراضات خودشون، با جنبش خودشون، با افزایش و گسترش جنبش خودشون عامل به وجود آمدن این شرایط رو باش مواجه بشن و انشالله از شر وجودش آسوده بشن. بله انشالله. خیلی ممنونم آقای حاج حمزه از شرکتون در این گفتگو. انشالله فرصت باشه باز هم ما در برنامه‌های دیگه آینده سر موضوعات به طور مشخص اقتصادی و بحران‌هایی که رژیم در این زمینه باش مواجه هست در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. خواهش می‌کنم. موفق باشید. قربان شما. همچنین شما. خب یک تماس داریم از انگلیس، صحبت‌های هموطنان رو بشنویم، بعد آیسا من چند تا سوال هست به طور خاص در مورد صحبت‌های اخیر خامنه‌ای بپرسم از شما. سلام می‌کنم به خواهرمون زهره از انگلستان، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام و درود بر شما آقای رفیعی و مهمان گرامیتون آقای دکتر سامه. می‌خواستم اول درود بفرستم بر کانون‌های شورشی در ایران که در ایران راه و رسم اشرفیان رو دنبال می‌کنن و به چیزی جز سرنگونی تام و تمام این رژیم دزد و فاسد و جنایتکار رضایت نمیدن. آقای رفیع، امروز صدای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر گرانی و مرگ بر خامنه‌ای و روحانی در همه جای جای ایران تنین انداز شده، برای اینکه مردمی که میتونستن بهترین زندگی و رفاه رو داشته باشن به خاطر اینکه ایران همه چی داره، از نظر درآمد هیچ چی کم نداشته و میتونست یکی از پیشرفته ترین کشورها باشه، ولی متاسفانه در طی قرن شاه و شیخ منابع ایران رو به تاراج بردن، ثروت ملت ایران رو بین سران خودشون تقسیم کردن. موضوع آقازاده ها به الان بر نمی گرده. همین الان مگه آقازاده شاه چندین ساله داره پول ملت ایران رو در کازینوها می بازه و این آقازاده های جدید که الان 40 ساله دارن می خورن و می برن. به قول حضرت علی هرچه این کاخهای ستمگران بالاتر میره توخنشینان ما بیشتر میشه. واقعا آدم دلش به درد میاد وقتی که میبینه که میلیون ها نفر زیر خط فقر زندگی میکنن، زنانی که مجبور به تنفروشی میشن، کودکان خیابانی، جوانانی که کلیه و چشم خودشون میفروشن. اینها رو که آدم میبینه اینا از یک طرف، از اون طرف که کل کشور رو به تاراج گذاشتن، دریای خزر اونطوری، خلیج فارس رو به چینیا دادن، همینجوری دارن فقط یک مشت دزد و آدم های فاسد اومدن سر کار. یک جنایتکارانی که تا دیروز در زندان های اوین و جاهای دیگر بازجویی میکردن و کشتار میکردن و شکنجه میکردن، الان به قدرت رسیدن و این قدرت رو حاضر نیستن که از دست بدن. همه مال و منال ایران رو دارن به غارت میبرن. به خاطر همین باید این به زودی تموم بشه. هر یک روزی که اینها سر کار هستن واقعا یک 50 سال عقب گرد برای مردم ایرانه. به خاطر همینی که مردم به درستی میگن اگه یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. بله واقعا یکی دو تا از این اختلاس ها کم بشه مسئله خوزستان حل میشه، مسئله سیستان و بلوچستان حل میشه، ولی اینها به خودی خود تموم نمیشه. اینها ولکن نیستن مگر اینکه خود مردم ایران بلندشن. ما الان میبینیم که به خاطر همین اعتراضاتی که مردم میکنن، به خاطر تظاهرات هایی که دارن هر روز، به خاطر فداکاری هایی که دارن مردم میکنن و به خاطر این کانون های شورشی، به خاطر فشارهایی که داره به صورت بین المللی وارد میشه و واقعا ما چقدر باید از سازمان مجاهدین قدردان باشیم که اومد انرژی اتمی ایران رو
افشا کرد، یک لحظه از افشاگری و فشار روی دولت‌ها جهت اتمام سیاست مماشات دست بر نداشت و نتیجه این شده که الان مردم ایران تو خیابان‌ها همون شعارها رو میدن، همون حرف‌ها رو میزنن و رژیم مجبور شده به ناچار مانند روزهای آخر شاه مجبور شده که بیاد یک سری رو تحت عنوان مفسدان اقتصادی دستگیر کنه یا افشا کنه. البته این نه به خاطر اینکه دلش به حال مردم سوخته، بلکه میخواد که از این طریق اون مفسد اصلی رو از میدون در ببره. میخواد که کارها رو بندازه گردن یک عده از این نوخره، چی میگن، از این کوچیکای فاسدان کوچیکترش که بتونه خامنه‌ای و عوانانسارش رو از میدان در ببره. ولی میخوام بگم که دیگه از این مرحله گذشته. وقتی فساد به این مرحله میرسه دیگه ادامه کار امکان پذیر نیست. پس تنها راه حل همون سرنگونی این رژیمه و اونم این سرنگونی هم به طوری همطور که خرمری هم در کهکشان گفتن نه با شعر و نه با شعار. سرنگونی تشکیلات میخواد، سازماندهی میخواد، افراد فداکار رو از خود گذشته میخواد، کانون‌های شورشی میخواد و مهمتر از همه رهبری میخواد، رهبری زیرسلاح میخواد که خوشبختانه الان ما همه اینها را داریم و میخوام نوید بدم به ملت ایران، به کانون‌های شورشی، به همه رزماوران که ما تا به آخر پشت سرشون ایستاده ایم، کمکشون میکنیم، حمایتشون میکنیم و به آنها و به شجاعت و شهامتشون افتخار میکنیم و این دور نیست که این رژیم آخوندی به زبالدان تاریخ انداخته بشه و مردم ایران روز خوش را به چشم ببینن. خسته نباشین و دست مریض دارد. خیلی متشکرم از تماستون و صحبتهایی که کردید. آی سامخ، خامنه ای اخیراً بعد از برگشتن از مشهد صحبت‌هایی داشت در مورد احتمال جنگ و مذاکره با آمریکا و تأکید کرد در همین سخنرانی که جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد. قسمتی از صحبت‌هاش رو با هم ببینیم، بعد من سوال بکنم خدمتتون. دو موضوع غیر از تحریم رو هم مطرح می‌کنن. یکی مسئله جنگ را، یکی مسئله مذاکره را. جنگ را البته صریحا نمیگن می جنگیم، اما به خیال خودشون با اشاره و با کنایه و با این حرفا میخوان بگن خلاصه ممکنه جنگ را بیفته. شبه جنگ رو بزرگ میکنن برای اینکه یا ملت رو بترسونن یا ترسوها رو بترسونن، چون بالاخره ما یه مش ترسو هم داریم دیگه، اینا رو بترسونه. بالاخره مسئله شبه جنگ رو بزرگ میکنن، مطرح میکنن. یکی هم مسئله مذاکره که بله ما با ایران حاضریم مذاکره کنیم. وقت اینم دیگه از اون بازیای پیش پا افتاده، یکشون میگه مذاکره بی پیش شرط، یکی میگه نه مذاکره با پیش شرط. اینا دیگه این بازیای سیاسی است که واقعا پیش پا افتاده است دیگه، یعنی ارزش پرداختن به اونا نداره. به هر حال هم راجع به جنگ هم راجع به مذاکره صحبت میکنن. به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. خب سوال اینه آقای سامه که حرف خامنه ای چیه و چرا این همه تاکید میکنه روی اینکه مذاکره نخواهد کرد؟ اول بگم این که تو این صحبتش گفت من پشیمانم یا غلط بوده یا هرچی و اینا چندین بارم دوباره فکر کنم تغییر دادن ده اینا، سوال اینه که این خامنه ای اگه حرفای جدیه، از این حرفایی که میزنه دارم چی اینجوریه اینا، خب ایشون گفتن که اگه اونا پاره کنن برزا ما آتیش میزنیم. شما تا حالا دیدین در این صندلی کاغذی رو حتی ظاهرن هم بگیرد آتیش بزنه؟ به حرفای خامنه ای چون الان ارزیابیش به نظر من اینه که انتخابات میان دوره آمریکا ممکنه ترکیب کنگره رو عوض کنه، در دو سال آینده هم ممکنه ترامپ انتخاب نشد یا حتی اگر انتخاب بشه شرایطش فرق خواهد کرد، بستگی به اینکه
با این مسائلی که در جهان دارن باش درگیرن چه پیش میاد. اما اون قسمتی که میگه جنگ نمیشه درست میگه. منم معتقدم جنگ نمیشه. اگر آخرین پیام آقای رجوی آمد اونجا توضیح میده که چرا جنگ نمیشه. البته جنگ هست. الان هم به نوعی جنگ هست. اونجایی که مربوط به رژیمه تو سوریه داره میجنگه. توی یمن داره میجنگه. جنگ هست. ولی جنگ به معنی این که یک آمریکا بیاد و حمله کنه در به سرزمین به خاک ایران هم چیز اتفاق نمیافته. اما اینکه مذاکره نمی کنیم، خب اینم خامنه ای تجربهشو داریم. یه موقع گفت همین این دفعه هم گفت بعد حذفش کردن که اون خط قرمزها رو شنیدم که حذفش کردن که گفت که من اجازه دادم که صحبت کنن ولی اینا هم خط قرمز عبور کردن. ولی فکر کنم اینم جزء جاهایی که تو سایت خامنه ای حذف کردن. خامنه ای اون موقع سر برجام هم این حرفا رو میزد که ما مذاکره اگه اینا میخوان اینا بگن باید این کارو بکنن، باید این کارو بکنن، باید اینا به رسمیت بشناسن و از این حرفا. و حتی همین اواخرم مسئله صد و نمیدونم چند هزار سو رو مطرح کرد برای غنی‌سازی که تدارک کنید و اینا. لابد تدارکش اینه که بشینن تو دفترشون بنویسن 130,000. ببینید آقای رفیع، قدرت‌های دیکتاتوری تا جایی اعمال دیکتاتوریشون می‌نازن که به مردم فشار میارن. اگر جلوشون نیروی بیسته وامیدن، مردم بیستن وامیدن، شاه واداد، قدرت خارجی بیسته وامیدن. خامنه ای هم از این چیز استثنا نیست. دیر و زود داره، سوخت و سوز ندارد. خامنه ای الان، البته به نظر من درست میگه این حرف که الان ما مذاکره نمی کنیم، چون که شکلگیری به اصطلاح میز صحنه هنوز تمام چیده نشده. آمریکایی‌ها باید این دو تحریم هم برن، اون تحریمی که دور دوم که از نوام شروع میشه، رژیم هم ترکیبه به اصطلاح یا آرایش بحثش، آرایش مقابلش روشن بشه، اونجا معلوم میشه که مذاکره میکنن یا نمیکنن. به هر حال این که جنگ نمیشه درست، ولی این که میگه مذاکره نمیکنیم، اگر هم مذاکره کنه یا نکنه، به هر حال این سیاست سیاستیه که تمامش، یعنی به صورت یک پکیج، به صورت یک در حقیقت بسته بندی، همش علیه مردمه. از روز اول اتم علیه مردم بوده، موشک علیه مردمه، رفتن سوریه علیه مردمه، همش علیه مردم بوده. یعنی حالا آقا میخواد مذاکره بکنه کش بده یا نکنه، هر کاری بکنه داره علیه مردم اقدام میکنه. و اینا البته خب دیدیم که با مردم هم با شعارهای خودشون این را مطرح میکنن. فقط اون نکته ای که گفتم دیکتاتورها چگونه، یعنی به روانشناسی دیکتاتورها چگونه هست، توجه داشته باشیم که توازن ها متفاوته. چون مثلا برخی میگن که خب حالا که این مثلا همه جنبش هست، پس چرا این رژیم نمیفته؟ حالا اونا توضیح دادم که رژیم به خودی خود نمیفته، ولی حتی عقب نشینیش هم با نمیشه مقایسه کرد. مثلا مبارک اینجور شد رفت کنار، پس چرا اینا نمیرن؟ نه، این نمیشه مقایسه کرد. بستگی به شرایط مختلف داره. به خصوص یه چیزای خامنه ای درست کرده که خاص اینه. مثلا فرض کنید مداها نیستن که، یه نیروی سرکوبگره، یه نیروی سیاسی چت و کلفت بزرگ با بودجه زیاد. این گندلات ها یه سری لات های هستن که مثل قول ها هستند و کلا و چیز اینا. مثلا اینا دست پرورده های هم خامنه ای هن برای سرکوب، غیر از این چاقو کشایی که لباس شخصی ها، یک بسیار نیروهای مختلفی رو برای سرکوب آمد کرده. با مبارک چهار تا شطور رو برده بود برای سرکوب که نمیشه مقایسه کرد. این نیروی عظیم رو داره برای سرکوب، بنابراین عقب نشینیش هم
باید متوازن، یعنی با این قدرتی که این داره توازن داشته باشه. با هر همین که مثلا بگی آقا این کارو میکنم، این عقب نمیشینه. برای همین هم اصلا الان مذاکره نمیکنم. بعد نوامبر باید ببینیم چی میگه. بله خیلی متشکرم آقای اسامه. در همین سخنرانی خامنه ای ادعا میکنه که در زمینه اقتصاد رژیم بنبستی نداره و خلاصه اینکه راه برون رفت وجود داره. سوال اینه که بر چه اساسی خامنه ای میگه بنبست در زمینه اقتصادی نیست و واقعیت صحنه چیه؟ خب اگر اقتصاد این بگیریم که یک درآمدی میاد تو کشور، اینا میگیرن میریزن تو جیبشون یا خرج میکنن، راست که بنبست نیست. همه راه ها موجوده، درآمدی میاد، نفت رو میفروشن، یه سری هم مالیه میگن، یه سری هم از مردم میکشن، خرجش میکنن. این برای اگه اینه میگیریم، اگه به اقتصاد به این معنی بگیریم که مثلا فرض کنیم رشد ارزش، ارزش افزوده در بخش تولید، در بخش کشاورزی، اگر اقتصاد به این معنی بگیریم که سطح زندگی مردم، اگر اقتصاد به این معنی ببینیم که درآمدها چگونه در آموزش، در بهداشت هزینه میشه، اگر اقتصاد را به این معنی بگیریم که چگونه یک مشکل بسیار مهم مثل آب در ایران حل میشه، خب اصلا تمامش بنبسته، تمامش بنبسته. برای اینکه ببینید خیلی ساده این همه نهادهای ایدئولوژی که اینا درست کردن، مثل سازمان تبلیغات اسلامی که امروز هم مسئولش عوض کرد، خامنه یکی دیگر رو گذاشت به جای خاموشی، این همه نهادهایی که هیچ چیزشون روشن نیست، کجای اقتصاد این معنی نمیده؟ چرا معلوم نیست که آستان قدس رضوی چقدر درآمد داره؟ پولاشو به کی میده؟ چقدر کارمند داره؟ بنیاد مستضعفان، سپاه، قرارگاه خاتم الانبیا، چیش معلومه؟ خب اینا همه چالش های اقتصاد ایرانه. و مهمتر از همه همین ارز، مشکل مثل ارز داره خودشو نشون میده. اینا همش بنبسته. منتها خامنه ای یه حرفش درسته تا اونجا که مربوط به خودشو، عواملشون و کارهایی که داره و پولایی که باید خرج کنه برای جاهای دیگه و سوریه و لبنان و نا، خب این امکاناتش در اختیارش هست. اما اگر که شما از نظر اقتصاد به معنی این که کشوری درآمدهای مشخصی داره و هزینه‌های مشخصی و اینو باید متوازن کنه، حالا اگه که به اصطلاح کسری بودجه هم داره یک نوع توازنی درش راحت میشه، نه کاملا در بنبست هست. یک نمونه دیگر هم که به قیمت ارز، مسئله اندوختگیه. اصلا این شیب اندوختگی عجیب و غریبه. شما مثلا فرض کنید وقتی که احمدی نژاد میاد 60,000 میلیارد بوده، وقتی که داره میره 700 خورده بوده، الان شده از 1500 هم رد شده 1500 میلیارد. میزان نقدینگی که همون نقدینگی هست. بله نقدینگی، نه در گردش نیست، یعنی در بازار به اصطلاح در... نمی همه این که میگن نقدینگی رو بیاریم در تولید، نه نقدینگی پول و طلا که در دست یه عده هست. این خودش یک به اصطلاح یکی از علائم بحرانه. خیلی هم به اصطلاح شما در یک دانشگاهی معروف، دانشگاه اقتصاد معروف رو بگید یه استادی رو میخوام برای 2 ساعت ما ازش صحبت کنیم، استخدام کنیم، بهش بذارین جلوش بگین یک همچین چیزیه، نقدینگی در این کشور اینجوریه، ببینید بهتون چی میخواهد گفت. از این جهت به نظر من خامنه ای مثل بقیه حرفایی که میاد و میزنه و میره و آتیش میزنیم و میزنیم و این کار میکنیم و این کار میکنیم، مبنای علمی و مبنای درستی ندارد. بله بله خیلی متشکرم. من یک سوال دیگه بکنم سر همین حرفای خامنه ای. در همین سخنرانی خامنه ای به طور مشخص اومد از دولت روحانی هم حمایت کرد. خب این هم در شرایطی بود که خب در زمینه
استیضاح خود خامنه‌ای و وزراش و حتی روحانی و حتی موضوع طرح عدم کفایت سیاسی روحانی هم در بین باندهای رژیم خب یک زمزمه‌هایی بود، صحبت‌هایی بود که شنیده می‌شد. من می‌خوام از شما بپرسم آقای اسامه که معنی این حمایت چیه و ولی فقیه چه تضادی رو به این ترتیب در درون حکومتش می‌خواد حل بکنه؟ ببینید، تغییر روحانی به ضرر روحانی به طور مشخص نیست، چون روحانی بالاخره رفتنیه، به ضرر خامنه‌ایه. دست گذاشتن به دولت در شرایط غیر نرمال، نه چهار سالش تموم بشه. روحانی اونجوری در روحانی میره رفت، مثل خاتمی که رفت، مثل موسوی که رفت، مثل همه اینا، احمدی نژاد که رفت. مسئله اساسی به ضرر خامنه‌ایه. حالا خامنه‌ای چیکار کرد؟ خامنه ای اول هی زد دو سه تا پس گردنی و تو سری و تو گوشی و از اینا زد به روحانی دولت، بعد گفت نباید دولت عوض بشه. به نظر من اونجایی که میگه نباید دولت عوض بشه داره خودش قوی میکنه، نه اینکه از دولت حمایت کنه، چون میدونه که تو این شرایط اگر که این فرماسیون بخواد تغییر کنه به ضرر خودش. اما جای خودش هست. اون 92 نفر در مجلس درخواست سوال کردن، 5 تا سوال هم مطرح کردن از روحانی و روحانی باید بره جواب بده. لاریجانی خوند نامش رو، 5 تا هم خوند، گفت آقای رئیس جمهور باید بیان اینجا جواب بدن. اولم یه عده دوروریای روحانی گفتن این خلاف قانون اساسیه، ولی بعد گفتن نه باید بیاد جواب بده و باید هم بره جواب بده. گفتم میرم جواب میدم. حالا ممکنه بازم خامنه ای مثلا ببینید خیلی شروع پروغ میشه، ممکنه نکنه. روحانی هم به نظر من جرئت نمیکنه اونجا بره حقایقا بگه، چون اولین سوالی که ازش میکنه چرا قاچاق اینقدر فلانه. خب باید بگه آقا قاچاق به این دلیل هست که برادران قاچاقچی هستن، تمام، برادران دست شما اینا را دستشون رو کوتاه کنی دیگه، چهار تا کولبر و نمیدونم یکی کنار مرز یه چیزی ببرد این ور بیارد اون ور، که قاچاق نیست که. این برای یکی میره از یک کشتی مثلا فکر کنیم 50 تا چیزی میگیره در میداره با 1000 خطر میاره تو تهرون برفوشه، دیگه قاچاق اندی، قاچاق دست سپاه. این اگه برگه روحانی، احمدی نژاد یه بار تو حرفاش گفت اگه روحانی بگید اینا رو خوب، ولی منظورم اینه که فشار خامنه ای روی روحانی نگه داشته، فشار رو نگه داشته، میگه ببین من اربابم، منم اربابم، ولی از اعتمادت کنم تا وقتی این چهار ساله تموم بشه. ولی خب همه این باندش که همینایی که در مجلس ازش هستند و این دلواپسان و اینا کارهای خودشونو انجام میدن، چون حقیقتش هم اینه اگر خامنه ای روحانی رو ولش کنه، به خصوص اون هرم اصلی، اون طیف اصلی که دور روحانی هستن که این ربیعی هم یکشون بود، اگه اینا رو ول کنه اینا چهار دست و پا میرن در مذاکره با آمریکا و پاش امضا میکنن هر اینا بدن. اگه اینا و خامنه ای نمیخواد اینا، خامنه ای میخواد اگرم امضا میکنید و در آینده دائم کنه یه قدم اگه ور میدارید به عقب امکان داشته باشه که دو قدم بره جلو، مثل کاری که تو برجام کرد، یه قدم رفت عقب اومد روش کار که از سوریه رو میخواد جاشو محکم کنه و موشکارم کارشو به سپاه جا پاشو محکم بکنه. بنابراین از این جهت لازم داره که همیشه روحانی رو اینجوری بچسبید که زیاد روی نکنه. مثلا خود روحانی هم مطرح نیست، خود شخص خودش، خود ممکنه حواسش خیلی جمع باشه که نظام آسیب نبیند، ولی بالاخره سیستمه، سیستم بهش حکم میکنه که، سیستم منظورم نظام دولته، بهش حکم میکنه که تو باید بری مذاکره کنی، تو باید دستاتو ببری بالا، تو باید به نظم جهانی تن بدی، همطور که شما هم یه نقل قولی گفتی. اینا مسائلی هست که بین رابطه بین خامنه ای و روحانی را تنظیم میکنه. بله، در همین اعداد آیه سامه من یک سوالی بپرسم، در واقع نتیجه گیری از مجموعه بحثمون شاید بشه گفت.
سعید حجاریان که خب معرف حضور هستن از مؤسسین وزارت اطلاعات و تئوریسین باند مغلوب نظام، اخیراً یک مصاحبه ای داشته که در این مصاحبه ضمن مقایسه وضعیت فعلی کشور با زمان پذیرفتن آتش بس گفته که خلاصه رژیم با دست خودش در شرایط کنونی همه گزینه‌هاش رو از بین برده و همجا مثال میزنه که میگه که دقیقاً مشابه شرایط جنگ پس از خرمشهر، یعنی در سال دوم، ما میتوانستیم به جنگ خاتمه دهیم، اما جنگ را ادامه دادیم تا رسید به سال 67 و پذیرش قطعنامه. صحنه ای که این ترسیم میکنه و وضعیت کنون رو میگه. سوال الان اینه که به طور واقعی رژیم چه چشم‌اندازی پیش روشه، چه مسیرهایی رو پیش رو داره، در صورتی که همچنان که آمریکا تاکید میکنه، الان شما اشاره کردین در تحریم‌های مرحله دوم، تحریمی که نوامبر اجرایی خواهد شد و گفته که درآمد نفت رژیم رو مصر هست که به صفر برسونه، آیا رژیم چیکار خواهد کرد؟ تن خواهد داد یا نه مسیر دیگه‌ای رو در پیش میگیره؟ و همچنان که خامنه‌ای گفت مذاکره نخواهد کرد. بالاخره ببینید،